سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من بنیامین هستم و امروز بعد از مدت های طولانی اومدیم با یک ولاگ دیگه. اگه ولاگ انقلاب گرده دیده باشید، ما رفتیم یه موزه هنرهای معاصر ویدیو بسته بود، الان داریم دوباره ببینیم و اینکه امیدوار که ویدیو لذت ببرید و با ادامه مسیر با هم باشید. بعد از مدت ها آقا امیر هم داریم اینجا اومده. عدد سلام خونی دوستان عزیز، خیلی وقت بلاگ نگرفتیم، مثلا اطلاعی نداریم. آخرین بلاگی بفهم پارسال چیز همون مود سینما بود بکنم، نه انقلاب. آره و این چه آره میم باز موزه پرسال. آره امیدوارم این دفعه باد باشه. ممنون میشم باد باشه. امیدوارم من دست من میگیم تو ما رو میاری دیگه. من آره بریم ادامه. آره خدایی اومدیم دیدیم این بسته است، بعد رفتیم جلوی اونم بسته بود. آره امیدوارم که دوباره اون صحنه تکرار نشه خدایی. نه زنگ زدم بریم. آمین. اوی برو میخواهی برو. اینا کمال الملک کشیده محمد قفاری ملقب به کمال الملک و نقاس دوره قاجاره که حواج دوره ناصرالدین شاه نقاش دربار بود. ایشون چیزن راهنما توریادی من راهنما توی چقدر قشنگه. خیلی قشنگه. من این قسمت رو خیلی دوست دارم. من جدی میفهمم این قسمت رو. نه نه این قسمت رو. آثاری که توی این موزه هست قیمتی باشون برآورده شده تقریبا بالای 1 میلیارد 2 میلیارد دلاره، چون آثار خیلی از برجسته ترین هنرمندان تاریخ جهان توی این موزه هست توی قرن 19 و 20، که خب توی دوره پهلوی فرح اینجا رو در واقع اون آثار رو میخره و به اینجا میاره. محسن سوئیلی کشید اینا همه رنگ و روغن اکثر دیگه. اینو رضا شهابی کشیده و این گروهن بایی خیلی غروب وسط شهر قشنگه. خیلی دقیقا همینجا این مجسمه ها رو یکی از برجسته این مجسمه سالهای قرن در واقع بیستون توی دنیا ساخته به اسم آلبرتو جاکومتی، که کلا سر این مجسمه هاش همین شکلی سری آدم هایی که سر لحاظ جسه ای شبیه توه. این ممنونم از تصویر گندی، ولی این هم در واقع مجسمه جاکومتی شبیه یه نخ تابیده شدن در واقع انگار یه انسانی که مثل یه نخ میمه درست و شاهکار هست. چه قشنگه. خیلی قشنگه. او اینو چقدر طبیعی و قشنگه. خیلی خوبه. اینم برای در واقع مجسمه که نمیشه گفت، ولی جزء کارهای هنری الکساندر کالدره که اینا با حالا باد و چرخش هوا میتونن در واقع حرکت رو ایجاد کنن. برای جزء آثار درخشان کالدره. چقدر سایه هاش دقیقا نوری که از لای درخت تابیده شده رو خیلی قشنگه. خیلی خوبه. کار علی محمد هیدریان سال 1348. بابام به دنیا نیومد. چه برسه خودت بی. اینم باز کار علی محمد هیدریان.
این کار سهراب سوندی نقاش و شاعر ایرانی بوده، کلاً درخت توی آثارش خیلی دیدنی شده. نظرت مثلا در رابطه با این چیه؟ من که حالا هنرمند نیستم سر در نمیارم شما. من نقاش نیستم ولی هرگز برای ما در داشته برای که حالا حرف همین رو با آمد بازم همیره یه نوشی که تصفیف در رابطه با همچین موزایی که اینقدر خونه اول نقاشی های قشنگ توشونه از اینه که شما مثلا میتونی بیرید خلاصه شما میتونی ساعت هایی بگشیم اصلا با خودت خلبت بگشیم نه. آثار پرویز کلانتری اگه دقت بکنید خیلی بافت سفت و خشنی نمیده در واقع این مقدار اگه جلو تنوریم واقعی نمیده خب از الیاف مختلف توی ساخت آثارش استفاده کرده همینطور که توی نیکی هم آقای اینجون ببینید خودتون نقش پرویز کلانتری ببینید کامل مشخصه که به بافت ها متفاقه شرعی هستم توی شما بچه بهترین صندلی دنیا من حاضرم بیام هر روز سر اینجا بخوابم. آره یعنی من پول میدم بیام اینجا بشینم روی بخوابم. خیلی خوب چقدر این نقاشی آرامش بخش. این ویدیو هم مال تقریبا همین این ماه زده اسفند 1402 که استاد حسین محجوبی و صحبتش حسین محجوبیه که ویدیو شده چقدر خشنگ خیلی نمیده مثلا با اون بالاشو بینه بینه مثلا نداد برنجا دارم که چیزی شکلی میشه خیلی خشنگ
اینا رو نه حالا بس بذاری دقت کنی در واقع از پایین به بالای قاب وضوع و جزئیات تصاویر کمتر میشه، مثلا اینجا ما هی در واقع یک رنگ و لابی از اون برگ ها میبینیم، یعنی هرچی عقب‌تر میره اینا همه مفتر و مفتر و مفتر میشن، یعنی که اگه دقت کنید دیگه تون آخر ها فقط چند تا خط میبینیم. بلدم حوصله ندارم، حوصله فیلم برداری ندارم واقعا. باهات میام گفتی با هم بیا گفتی با هم بیا باهات میام کلوت مونه. متاسفانه ایشون این تور ما این بادمش تو ویدیو من باشد، گیری کردیم ما با این. این نقاشی مال کلوت مونه است، نقاش امپرسیونیست و در واقع امپرسیونیست. خب یه لحظه الان اینجا یه سوالی، من بنده به عنوان یک بیننده امپرس خواهم توضیح بدم. آره خب امپرسیونیست ها در واقع بر لحظه تاکید داشتن و خیلی سریع در واقع نور و رنگ رو بیشتر توی آثارشون مورد توجه قرار میدن، که مثلا کلود مونه یا مثلا ادوارد مونه اینا نقاشای مهم امپرسیونیست هستن. بعد از امپرسیونیست یک در واقع سبک جدیدی میاد به اسم پست امپرسیونیست. پست امپرسیونیسم زیر شاخه‌های متعددی داره، مثل پوانتیلیسم یا مثلا دیویزیونیسم، که اینها بیشتر کارشون بر روی نقطه و در واقع میشه گفتش که شاید نقطه نگاری اسم بهتری باشه. ون گوگ هم نقاش پست امپرسیونیسم در واقع اگه بخوایم مثلا ریشه و آغاز امپرسیونیسم رو مثلا به این کاتگوری بوده، در واقع میشه گفتش که ادوارد مانه آغازگر امپرسیونیسم بود و بعداً با نقاشای دیگه که آثارشون رو توی نمایشگاه اصلی نمایش ندادن و در واقع یه نمایشگاه دیگری در کنار نمایشگاه اصلی شهر پاریس برای اینها در واقع برگزار شد به اسم نمایشگاه مردودی و خب اینها برای آثارشون رو اونجا نمایش دادن که معروف ترین اثری هم در واقع اونجا بود امپرسیون طول آفتاب مال کلود مونه، که در نهایت اصلا اسم امپرسیونیسم رو یک روزنامه نگار نسبت به این اثر داد که خب به حالت تمسخر بود بیشتر، ولی امپرسیونیست ها این رو پذیرفتن و این لقب رو برای آثار خودشون برداشتن. دقت کنید انگار یک بازی نور و رنگ ما میبینیم توی تصاویر و واقعا
جدی تصور کن آدم مثلا نشسته باشه اینجا، بعد اما یکی از آرزوهامه مثلا یه خونه که مثلا داشته باشم، بعد یه همچین پرده بزرگی و سیستم صوتی و تو اینجا لن بگیم. فیلم های جدیدی که میان مثلا اوپنهایمر رو اوپنهایمر شاید خیلی فیلم علاوه کیفیت فیلم، ولی علاوه کوالیتی میگم کوالیتی کیفیت اونم گفتم که نه منظورم از لحاظ جلوه های تصویری تو اونو تو این قاب ببینی، یا مثلا میگم تو ارباب حلقه ها رو تو این قاب ببینی. مجسمه اثر رون مگریت هست، در واقع میشه گفتش یک نقاش و مجسمه ساز سبک سورئالیسم و در واقع مبدأ جناس تصویری، و خب این هم یکی از آثار خیلی برجسته شه که توی موزه نگهداری میشه و توی توی ببینید و آره خود خودش کلن سوار و اسب همیشه تو آثارش خیلی زیاد. داشت چی کار داری با اونجاش؟ دیگه آقا نه چرا واقعیه ای این زیرم هست کو آقا ولی واقع رئالیسم مجیدم وای خوای یه لحظه اوخی اینجا نادتونم طول سگ اوخی قربت بعد میگم طول سگ نرو همین داره میاد سمت تو اومد به دنبال تو. آره آره هر رو برو توی در واقع مجسمه سازی مدرن سبک در واقع تلفیق فضای منفی و مثبت بود فضای منفی اثر با اطراف داریم، فضای منفی هم درون حجم خب در واقع خیلی فضای بیشتری کرد علامه آقا کثیفه نکن بده سرت نکن زیادم بلد نیستم خوشیش اومده دستم کثیف شد ولی خب یه میشون خب دیگه بسته میخوام برم بلم کن شاهنامه ای که خود موزه ناشرش خودش بوده مردم دوست ندارم مردم شاهنامه دوست دارم به چه شنگ باز کن دیگه اون برای باز کن این چه باله نگاره های زیبایی داره جدی شاهنامه شاه طهماسب خب این فکر کنم همون شاهنامه هست خب ولی اصلش توی گنجینه هست اینو از روی اون چاپ کردن که چقدر هم با کیفیت لعنتی با چی چاپ کرد خیلی با کیفیت ها این نگاره نبرد رستم و سهرابه خب این طرف باز هم ادامهش رو میبینید و صدت هم بود 119 که پشت پشتش هم داشته آفازش دو بگر اشتباه نکنم آره این هم فکر کنم آغاز همونه ولی اینجا در واقع گم کردم صفحش نمیدونم چی بود ولی نه دیگه 119 120 این که چیزه این که سیاوش آتشه این بچه هی نور پرش داره به خاطر نور این اصلا تو توضیحات و ریزش رو نگاه کن بعد نگاه کنیم دارو در واقع این خب آب دیگه دلیل این که یعنی سیاهه میدونی چیه؟ چی؟ اون موقع سیاه نبوده این اون موقع آب و با در واقع میشه گفتش که با نقره و در واقع با نقره این آبو میکشیدن و خب نقره هم در طول زمان که میگذره رنگش تیره میشه و این یکی از دلایل اینه که چرا تو نگاره های ایرانی آب همیشه سیاهه. این هم تو این بخش شخصیت های شاهنامه رو دونه به دونه تصویر شده و شما میتونید برای
فهم بهتر در ابتدا این بخش رو مثلا ببینید و بعد برید برای مطالعه، چون میتونید هم این رو تهیه کنید و قیمتش رو دقیق نمیدونم ولی فکر کنم خطکم بالای 1 میلیون تومانه. تمام در واقع توی مکتب تبریز صفوی میشه تبریز دوم مصور شده که بهش شاهنامه در واقع طهماسبی میگن و اصلش توی این موزه هست، توی طبقه پایین موزه، ولی خب توی گنجینه، در واقع گنجینه موزه هست، ولی خب توی در واقع نمایشگاه خاص به نمایش گذاشته میشه. این در واقع شاهنامه اصلش توی در واقع سالها پیش برده شد به آمریکا و کشورهای دیگه و با 3 نقاشی از ویلهم دکونین معاوضه شد و در نهایت به زادگاه خودش یعنی ایران برگشت و الان هم توی موزه است و حالا هر موقع که در واقع توی یک نمایشگاه خاصی به نمایشش میذارن، ولی خب این رو شما میتونید تهیه کنید و همین نگاهش هست. از این بلاگ و این ویدیو لذت برده باشین. بعد مدت‌های بلاگ گذاشتم و امیدوارم که کیفیت مورد نیاز رو داشته باشه و لذت برده باشین و چیزی نباشه که چرت و پرت باشه دیگه. احتمالاً این ویدیو قبل از عید آپلود میشه، پس پیشا پیش عیدتون هم تبریک میگم، بایرامز مبارک. آره و امیدوارم که سال خوبی رو بتونیم امسال داشته باشیم. همین. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب لطفا یادتون نره و همین. آره خدا خیلی. آقا ما موندیم بچه ها الان کجا بریم؟ مثلا مثلا یارو تو خارج تصمیم میگیره مثلا آخر هفته بریم مثلا تو نیو اورلانز مثلا. آره. خوش بگذرم. حالا همینجا باز دختراش تصمیم بگیرم بعد 10 روز تازه با هم مثلا باید ما پا میشیم میای بعد تو تاکسی که نشستیم داریم میگردیم باید کجا بریم. یعنی ما خدایی خوب میخوری یا خیلی خوب میخوری تلاش و پشتکار پول خوبی میتونی ازش در بیاری اگه تلاش کنی. اومدیم رفتن یه داشتیم میرفتیم اومد اینجا گرفت خورد الان هم داره میخوره تابلیکو. آره. یه ایستگاه شادمان اونجا. اقلا.